همیهنان و عاشقان ایران زمین درود بر شما بار دیگر و با یک بسته خبری مهم در خدمت شما سروران گرانقدر هستیم به کیوسک خوش آمدید اوضاع رژیم آنقدر را شفته است که خامنه ای برای اولین بار پیام تشکر نفرستاد عاقبت حاکمان جبار تمسخر لاریجانی در تلویزیون جمهوری اسلامی یک روز بعد از باخت اما قبل از مشروع این اخبار بار دیگر از شما مخاطبان فهیم کانال که صدای من رو میشنوید میخوایم که همین الان روی گزینه لایک کلیک کنید ما به جز شما ملیگراها و میهن دوستان یار و یاوری نداریم در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم اوضاع رژیم آنقدر را شفته است که خامنه ای برای اولین بار پیام تشکر نفرستاد برای اولین بار خامنه ای در 24 ساعت بعد از برگزاری انتخابات هیچ پیامی صادر نکرد گفته شده اوضاع مشارکت مردم چنان رژیم را شوکه کرده که دست در کاران بیت رهبری که معمولا پیام های خامنه ای را با بحث و مشورت منتشر می کنند این بار تا این ساعت چیزی منتشر نکردند به گفته تحلیلگران احتمال دارد در ساعت پایانی روز یکشنبه پیامی منتشر شود با این حال عدم صدور پیام تبریک به مشارکت کنندگان اتفاقی تاریخی در رهبری سی ساله خامنه ای است و نشان می که رژیم خود را برای روزهای سخت آماده می کند. کاربران مجازی نیز در این باره به بحث پرداختند محمد جواد اکبرین تحلیلگر سیاسی درباره عدم صدور پیام خامنه ای نوشته ظهر شد و متوهم اعظم هنوز پیام نداد از حماسه پرشور مردم تشکر کند عجیب است کاربری هم گفته متوهم اعظم با دیدن نتایج واقعی میفهمه چقدر منفور است مردم به توصیه های او کوچکترین توجهی نکردند شوخی نیست نصف آرای تهران سفید انداخته شده کاربر دیگری گفته فعلا دارم براش یه سری عبارت سنگین جور میکنن که ماجرا رو توجیه کنه چون خودش قبلا مشارکت 40 درصد رو مایه ننگ دونسته بود البته واقعا نیازی به توجیه هم نیست و کافیه بگه با توجه به همه شرایط این شو شکوه ترین انتخابات تاریخ بشریت بود تا زوب شده ها قش و زف کنند و جشن بگیرند در انتخاباتی که بنابر ارزیابی منابع مختلف پایین ترین مشارکت مردمی را داشت حتی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین جمهوری اسلامی رأی نداد محمد علی ابتهی از چهره شناخته شده جریان اصلاح طلب در این باره در توییتر نوشت خاتمی در انتخابات دیروز قهر نکرد فکر کرد شاید تنها راه شنیده شدن حرفهای سوزانش رأی ندادن باشد با گذشت نزدیک به 20 ساعت از برگزاری انتخابات هنوز وزارت کشور آمار نهایی و کلی مجموع آرای شمرده شده را اعلام نکرده است عاقبت حاکمان جبار تمسخر لاریجانی در تلویزیون جمهوری اسلامی یک روز بعد از باخت صادق آملی لاریجانی که در دوره ریاستش بر قوه قضاییه جمهوری اسلامی افکار عمومی ایرانیان او را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی علی خامنهای ای تصور میکرد از مجلس خبرگان رهبری حذف شده است لاریجانی در سال 88 و در اوج اعتراضات داخلی به نتایج انتخابات ریاست جمهوری از شورای نگهبان وارد قوه قضایی و فضای متلاطم سیاسی در ایران شد و در سرکوب 88 مترزان نقشی مهم و البته بیرحم از خود نشان داد. سخنرانی های تند و قلیز علیه مخالفان و مترزان لاریجانی را همراه خامنه ای می کرد که در خطبه های نماز جمعه به سراحت مترزان را تهدید کرده و خطاب به رهبران اعتراضات گفته بود خونهای احتمالی که ریخته خواهد شد به گردن آنهاست. پایان نمایندگی او در خبرگان البته دلیل مهمتری دارد صادق آملی لاریجانی در سال 1400 در رابطه با رد صلاحیت برادرش نشان داد میتواند نظام را به چالش بکشد مقام های امنیتی را متهم به دخالت در انتخابات کند و حتی از امضای اعتبارنامه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی گزینه احتمالی جانشینی خامنه ای خودداری کند رفتاری که مستقیم و غیر مستقیم گستاخی به رهبر و ولایت ناپذیری تفسیر میشود در جریان این دوره ای انتخابات مجلس خبرگان رهبری تکلیف 88 کرسی مجلس روشن می شود که می تواند جانشین علی خامنه ای بعد از مرگ او را تعیین کند این دوره از مجلس خبرگان در خورداد ماه 1403 یعنی چند روز پیش از 85 سالگی خامنه ای تشکیل می شود و در سال 1411 به پایان می رسد زمانی که علی خامنه ای به فرض حیات 93 سال است محمود محمدی عراقی از نمایندگان مجلس خبرگان گفته خامنه ای در بررسی نامزدهای رهبری آینده با قرار داشتن نام فرزندش مشتبا مخالفت کرده است اما اعتبار این مخالفت می تواند از جنس مخالفت خامنه ای با رهبری خودش در خرداد 1368 باشد زمانی که در این مجلس از مهمترین مخالفان انتخاب خودش برای جانشینی روح الله خمینی بود و در نطقی تاریخی اعلام کرد به حال جامعه ای که حتی فرض رهبری او در آن مطرح باشد باید خون گریست در چند روز گذشته صدا و سیمای جمهوری اسلامی در قالب چند برنامه تلویزیونی مختلف که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد حملات صریح و بیپرده را علیه صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه به روی آنتن برد روزنامه اعتماد در خصوص رفتار عجیب صدا و سیما در انتقاد از رئیس سابق قوه قضاییه نوشت به این اعتبار که صادق لاریجانی دیگر سمت و مسئولیتی ندارد صدا و سیما به خود اجازه می دهد که فراتر از انتقاد و افشاگری های مستند و غیر مستند علیه او حتی زبان به تمسخر این مقام پیشین قضایی بگشاید به نوشته این روزنامه حملات مبتنی بر افشاگری علیه آمالی لاریجانی بی پیش می‌رود و ماجرا به بعضی تصویه حساب شخصی چند مجری تلویزیونی رسیده و آنها با استفاده از رسانه ملی اقدام به تنه زدن به آمالی لاریجانی می کنند. با این همه اما بد نیست به یاد داشته باشیم که این مقام پیشین قضایی امروز هم فاقد مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی نیست و از قضا یکی از مهمترین و حساس ترین کرسی های مدیریت کشور یعنی کرسی ریاست مجمع تشخیص مسئلات نظام را در اختیار دارد موضوعی که گویا چندان برای مدیران و مجریان صدا و سیما اهمیت ندارد چند روز پیش سه نفر از مجریان شناخته شده تلویزیون با ذکر خاطره از برخورد قهری رئیس قوه قضایی بانها به تمسخر رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام پرداختند در جایی از این برنامه کیا داوود اسفندیاری از مجریان صدا و سیما میگوید یکی از بلند ترین این ادبیات اشتباه نیست عمدن اینطور میگویم یکی از بلند ترین بیشتر بر آن ترین توجه کنید رفتن سخنرانی کردند که یکی از عوامل نفوذی برنامه محمد دلاوری مجری اصلی این برنامه حرف او را قطع می کند و میگوید خب بگویید رئیس قوه قضایی آقای آملی لاریجانی دیگر و بعد همه مجریان میخندند. اسفندیاری ادامه میدهد ایشان سخنرانی کردند که عوامل نفوذی بیگانه در صدا و سیما رخنه کردند. دلاوری میپرسد منظورشان شما بودید؟ اسفندیاری هم پاسخ میدهد بلکه احتمالا دو نفر دیگر هم در برنامه حضور داشتند. آنها هم نفوذی بودند. سپس مجری با تمسخر میگوید حتما آنها هم همدست شما بودند و هر سه مجری دوباره با لحنی تمسخر برانگیز میخندند اما این تنها یک نمونه از حملات اخیر تلویزیون به رئیس سابق قوه قضایی است شبکه اول سیما در قالب برنامه زنده و با حضور یک کارشناس روحانی به مسئله زندگی اشرافی در حکومت اسلامی پرداخته است در بخشی از این گفتگو کارشناس مذهبی برنامه میگوید که مجلل ترین حوزه های علمیه در شهر قوم متعلق به روحانیونی است که به حاکمیت متصل هستند این کارشناس در توضیح خود گفته است اشرافی ترین ساختمان حوزه را متعلق به رئیس سابق قوه قضاییه میداند و این تجمل را به اشرافیت مذهبی تعبیر میکند شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی نیز در قالب برنامه به اسم میدان انقلاب و با حضور محمد علی وکیلی دبیر هیئت رئیسه مجلس دهم ده و صاحب امتیاز و مدیر مسئول روزنامه ابتکار به انتقاد از رئیس سابق قوه قضاییه پرداخت بخشی از این گفتگو وکیلی با اشاره به اینکه پیش از انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضاییه خط قرمز نانوشتی رسانه های کشور در هر جناهی نزدیک شدن و نقد قوه قضاییه بوده است میگوید اگر رسانه ها می توانستند با همین محدودیت های موجود عمل کرده قوه قضاییه را نیز مانند قوای دیگر نقد میکردند شاید ماجرای فساد اقتصادی اخیر اشاره به بازداشت تبری یا در دوران ریاست شخص لاریجانی کشف میشد یا حتی از آن جلوگیری میشد اکبر تبری 20 سال به عنوان معاونت اجرایی ریاست و مدیر کل امور مالی قوه قضاییه در این نهاد مشغول به کار بود با اینکه زمزمه های درباره رفتن او از این نهاد پس از انتصاب صادق لاریجانی به گوش می رسید اما صادق لاریجانی پس از نشستن در مقام رئیس قوه تبری را به عنوان مدیر کل امور مالی و همچنین معاونت اجرایی حوزه ریاست انتخاب کرد همراهان و یاران عزیز به پایان این برنامه خبری تحلیلی از کانال کیوسک رسیدیم. فراموش نکنید دیدگاه شما در ارتباط با این اخبار یاری رسان تیم تحریریه کیوسکه. پس با نوشتن دیدگاهتون و همچنین لایک کردن این ویدیو از تیم خبری کیوسک حمایت کنید.